بیاین لغت‌های جدید رو در قالب یک متن و تعداد زیادی جمله یاد بگیریم و دوست دارین هر یادگیری لغت‌ها چجوری یک متن رو درست با تون درست یا همون اینتونیشن انگلیسی درست بخونیم و یاد بگیریم، پس با درس دوم Learning Words in Context همراه ما باشیم. امیدوارم حالتون خوب باشه، چون که من خیلی حالم خوبه. چرا؟ به خاطر انرژی های خیلی خوب و فوق‌العاده‌ای که از شما میگیرن. خیلی به من میگن شما تو چقدر انرژی داری، چقدر چه میدونم بادی لنگویجت زیاده و خیلی از این چیزهای دیگه. خب honestly speaking یه قسمتی از این انرژی از عشق و علاقه هستش که به کارم دارم و قسمت دیگهش از انرژی هستش که شما دوستان عزیز به هم میدین. توی درس قبلی که در رابطه با همون Learning Words in Context یا یادگیری لغت در متون واقعی بود، خب خیلی استقبال شد، خیلی خوششون اومدن و خب این یعنی چی؟ یعنی انرژی برای ادامه راه و بهتر و بهتر شدن برای شما دوستان عزیز. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید، شما همیشه اول نفری خواهیم بود که ویدیو ما رو میبینید، لذت میبرید و کلی مطالب آموزشی خوب یاد میگیرید. خب بچه ها، حالا کسایی که درس اول رو دیدن میدونن که ما الان قراره که بریم یک متن رو با هم ببینیم. من از روی اون متن براتون میخونم و بعد میایم تیکه تیکه دوباره این متن رو میخونیم و لغات جدیدش یا لغتایی که توی متن بولد شده رو با هم دیگه توضیح میدیم و راجبش صحبت میکنیم. بریم متن رو با هم دیگه ببینیم. جما، I met Sophie at university. I was on my own and she came up and talked to me. She is like that. What's interesting is that we're complete opposites. She's very happy to meet new people, but I'm really shy. She's very sociable. I'm quiet. She's sporty and I'm not. But it wasn't important. We became friends and shared a flat for 2 years. I'm very organized and did most of the housework. Sophie's not very tidy and she can be lazy around the house. But she's a great cook and a really nice person. خب بچه، اگر دقت کرده باشین، یعنی یه ذره ازتون میخوام که موقعی که من دارم متن رو میخونم به نحوه صدای من دقت کنین. یه موضوع خیلی مهمی در زبان انگلیسی که چه عرض کنم در همه زبان ها، حتی زبان فارسی هم هست، که ما بهش میگیم اینتونیشن. حالا اینتونیشن چیه؟ وقتی که صدامون رو میبریم بالا، میاریم پایین، یه جا استرس میذاریم، یه جا رو آرومتر میگیم، یه جا رو مثلا یه ذره صدامون رو عوض میکنیم، این ups and downs میشه اینتونیشن در زبانه انگلیسی. مثلا من دیدیم میام اول ویدیو میگم سلام بچه ها من میسا هستم، این سلام بچه ها من میسا هستم میره بالا میاد پایین، این اینتونیشنه. پس ازتون خواهش میکنم که وقتی من دارم متن رو میخونم، چون من دوباره آخر درس متن رو دوباره براتون میزنم، نگاه کنین من چه، یعنی گوش کنین ببینین من چجوری میبرم بالا میارم پایین، یه جایی آرومتر میگم، یه جایی پرشر فشار میذارم لغتا، و سعی کنین که کاری که من میکنم رو هم شما انجام بدین. خب این از لغت‌های بولد شده که توی متن بود، من اینجا براتون نوشتم، خیلی زیاد نیستن ولی بسیار پرکتیکال، همون کاربردی هستن. میریم دوباره همونطوری که حالا بچه قبلی میدونن تیکه تیکه متن رو میبینیم، من دوباره میخونم و توی هر متن لغت‌های بولد شده رو توضیح میدم. فقط بچه دقت بکنیم که الان که دوباره میریم روی قسمت‌های از تکست، اون قسمت ها، اون جملاتی که من دارم براتون میخونم با رنگ قرمز هایلایت شده، پس لطفاً فقط قسمت های هایلایت شده رو با هم دیگه ببینیم. خب اولین جمله ای که الان اینجا ما قرار راجع بهش صحبت بکنیم این هستش. جما اسم همون دختری هستش که داره صحبت میکنه. I met Sophie at university. I was on my own and she came up and talked to me. She is like that. خب بچه بیم سراغ لغت ها. لغتی که اولین فریزی که بولد شده I was on my own هستش. توی متن اگر دقت بکنیم گفته I was on my own. خب was مربوط به گرامر simple past هستش، یعنی زمان گذشته ساده، که بچه که گرامرش رو دوستان یاد بگیرن میتونن برن تو ویدیوهای ما تو پلیلیست گرامر و حالا اونو بردن. خب حالا اگر
بخوام این I was on my own رو بکنم یک فریز قالب همیشگی، یعنی بیام به عبارتی مسترش بکنم و صرف نشده، به این صورت میشه To be on my own یا To be on your own. خب پس اینجا بچه ها چیزش صفت مالکیش میتونه عوض بشه، میتونه باشه my own، میتونه باشه your own. حالا to be on my own یعنی چی؟ یعنی to be alone without other people. To be alone and without other people. معمولا ما این عبارت رو زمانی استفاده میکنیم که مثلا یه دختر خانم، یه آقا پسر، یک مرد، یک زن داره روی پای خودش وایساده و داره واسه خودش به تنهایی زندگی میکنه. اگر بخوام یه جورایی فارسی ترش بکنم، to be on my own یعنی رو پای خودم هستم. مثلا It's been 2 years that I've been living on my own. تقریبا یا دو سال هستش که من دارم روی پای خودم زندگی میکنم، یعنی روی پای خودم هستم، دارم تنها زندگی میکنم، زندگیمو خودم میچرخونم. حالا اگر بگم to be on your own، مثلا من میام به سالی دوستم میگم سالی you're on your own، you're on your own، تو روی پای خودت هستی، یعنی تو داری به تنهایی زندگی میکنی. خب حالا دوباره برگردیم تو متن. بچه ها گفته که And she came up and talked to me. یعنی اومد و با من صحبت کرد. She came up and talked to me. دوباره زمان گذشته هستش. اومد و با من صحبت کرد. She is like that. یعنی اینجوریه دیگه. از این دختره که مثلا هر کی میگن میان باش صحبت میکنن. She is like that. یعنی اینجوریه دیگه. داره راجب سوفی دوستش صحبت میکنه. خب. بریم تو مت. What's interesting is that we are complete opposites. She is very happy to meet new people, but I'm really shy. She is very sociable, I'm quiet. She is sporty, and I'm not, but it wasn't important. خب، لغت‌های زیادی توی این قسمت داشتیم. فقط بچه‌ها دقت بکنید که من دوباره چجوری خوندم. یه لحظه منو نگاه کنین و مدل خوندن منو توی حالت واقعی ببینین چجوری هستش. من متنم اونجا دارم از روش براتون می‌خونم. What's interesting is that we're complete opposites. She's very happy to meet new people, but I'm really shy. She's very sociable, I'm quiet. She's sporty, and I'm not, but it wasn't important. بچه دیدین؟ میره بالا میاد پایین. ببینین؟ She's very happy to meet new people, but I'm not. She's very happy to meet new people, but I'm not. این intonation سیکونس میده، یعنی به اون داستانی که دارین تعریف میکنین یک فلو زیبا میده، یک روونی قشنگ میده. اگر She is very happy to meet new people but I'm not. She is sporty but I'm really lazy. مثلا میبینین زیاد جالبه. پس سعی کنیم نحوه خوندن منو خیلی بهش دقت کنیم. خب اولین عبارت We are complete opposites. حالا to be complete opposites یعنی چی؟ To be very different یعنی چی؟ اگر دقت بکنید خودتون تو متن جملات بعدی بخونید میتونید اینو معنیشو تشخیص بدین. یعنی ما دو تا نقطه مقابل همیم. دقیقاً یعنی دو تا نقطه مقابل همیم. We are complete opposites. باز دقت بکنید بچه ها، من پرشر این جمله رو میذارم رو کامپلیت. چرا؟ به خاطر اینکه میخوام تاکید کنم که ما خیلی فرق میکنیم. این کامپلیتی که من الان اینجا دارم به این صورت خونده میشه، نگاه کنید. We are complete opposites. میبینی نمیگم We are complete opposite. اصلا جمله رو قشنگ کن. پس complete opposites means to be very different. خب She is very happy to meet new people But I'm really shy. Shy is an adjective. Shy adjective و means if you're shy, you can't talk easily to people you don't know. اگر shy هستی نمیتونی به راحتی با آدمایی که نمیشناسی صحبت کنی. پس shy means خجالتی. خب کلمه بعدی که bold شده she is very sociable. Again بچه ها sociable adjective و means friendly and liking to talk to others. یه کسی که دوستانه است و دوست داره با دیگران صحبت بکنه. friendly میتونه یه سینونیم خوب برای sociable باشه بچه ها. پس sociable means
اجتماعی. میگه که she is very happy to meet new people but I'm really shy. اون خیلی خوشحال میشه که آدمای جدید رو ملاقات بکنه ولی من خیلی خجالتیم. She is very sociable. I'm quiet. اون خیلی سوشبله، خیلی اجتماعیه، من ساکت هستم. She's sporty and I'm not. اون سپورتیه ولی من نیستم. حالا what's the meaning of sporty؟ Sporty is an adjective. دقت کنیم بچه ها، دوتا پرونانسیشنش هم درسته، sporty یا sporty، ولی sporty قشنگ تر هستش. Sporty adjective. Liking sports and being good at it. Liking sports and being good at it. یعنی ورزش دوست داشتن و خوب بودن در ورزش. دیدین اینو چجوری تلفظ کردم؟ good at it. good at it. میبینین؟ اصلا نمیگم good at it. میچسبونیم به هم. خب پس سپورتی یعنی فردی که ورزش رو دوست داره یا آدم ورزش کاریه، علاقه مند به ورزش. خب بریم سراغ قسمت بعدی. بعد آخرش هم میگه که body wasn't important، ولی مهم نیست یا مهم نبود، تو گذشته گفته. و بعد پرونانسیشن important رو ببینید، important درسته ولی امریکن اکسنتش میشه چی؟ important. دقت کنید دوباره مطرکت آخر خوندم، سعی کنید ادای منو در بیارین. اوکی؟ خب بچه ها بریم توی متن قسمت بعدی رو با هم دیگه ببینیم که با قرمز هایلایت شده. We became friends and shared a flat for 2 years. I'm very organized and did most of the housework. خب میگه که we became friends and shared a flat for 2 years. بچه ها to become friends with somebody یعنی با کسی دوست شدن. To become friends with somebody. مثلا من میخوام بگم که من راحت با آدم ها دوست میشم. چجوری میگم؟ I become friends with people easily. I become friends with people easily. این هم عبارت خوبی اگه یاد بگیم. خب we shared a flat for 2 years. دوباره این داستان کنن تو سیمپل پسته. shared a flat. خب to share a flat means to live in the same flat as another person. to live in the same flat as another person. میگه زندگی کردن تو همون flat یعنی واحد آپار ساختمون که نه، یعنی بچه خونه. خونه منظورم مثلا یه ساختمون 10 طبقه، هر یه دونه طبقهش یعنی هر یه خونهش میشه فلاتش دیگه. میگه ما خونه مشترکی رو با همدیگه استفاده میکردیم. So to live in the same flat as another person. با یه کسی تو یه خونه مشترک زندگی کردن. شیرم یعنی به اشتراک گذاشتن. میگه الان تو فارسی خیلی میگیم اینو با من شیر کن، مثلا اینو با من شیر کن، این تصویر رو با من شیر کن. پس شیر فلات یعنی که خونه رو با یه کسی، یه خونه یه واحدی رو به اشتراک گذاشتن. خب تو قسمت بعدیش میگه I'm very organized and did the most of the housework. I'm very organized and did the most of the housework. خب میگه که من خیلی organized هستم. حالا what's the meaning of organized? Organized بچه is an adjective، یک صفته و means an organized person plans things well. دقت کنید an organized person، یه فرد organized، هنوز نمیدونی معنیش چیه، plans things well، راحت چیزا رو برنامه ریزی میکنه. پس یک فردی که برنامه ریزی داره برای زندگیش، مثلا صبح برم این کار رو انجام بدم، شب بیام غذا ما این ساعت درست کنم، مثلا برای بچه ها این ساعت ویدیو درست بکنم، اینجوری اونجوری، این فردی که با برنامه ریزی تو زندگیش پیش میره، اون فرد is an organized person، یک فرد organized، یک فرد با برنامه است. پس organized یعنی با برنامه، یک فرد با برنامه. I'm very organized، من خیلی با برنامه هستم. و did most of the housework، و بیشتر کارهای خونه را انجام دادم. خب بچه نگاه کنین، housework یعنی کارهای خونه. حالا فعلی که برای کارهای خونه تو استفاده میشه تو متن رو ببینین، did most of the housework. did most of the housework پس فعلی که برای housework استفاده میشه do هستش. to do the housework. my mother does the housework. I never do the housework. واقعا که خب. و اما قسمت آخر توی متن دقت بکنیم. Sophie's not very tidy and she can be lazy around the house but she's a great cook and a really nice person. خب Sophie is not very tidy.
میگه سوفی خیلی تایدی نیست. What's the meaning of tidy? دوباره تایدی بچه ها adjective و means a tidy person likes everything to be in the right place. A tidy person یک فرد تایدی هنوز معنیشو نمیدونی. دوست داره که همه چیز سر جاش باشه. پس تایدی means مرتب منظم. مثلا من خودم I'm very 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 tidy. من خودم خیلی تایدیم. یعنی اگر اطرافم شلوغ باشه نمیتونم حتی تمرکز کنم یا حتی وقتی میخوام تلویزیون ببینم مثلا میز جلو باید تمیز باشه وگرنه چیز میشم distracted میشم. پس تایدی یعنی فرد مرتب و منظم. و یک ادجکتیو هم هست Sophie's not very tidy. میگه سوفی خیلی مرتب منظم نیست. And she can be lazy around the house. و میتونه lazy باشه. دیگه lazy رو فکر کنم همه تون بدونید. Lazy. A lazy person doesn't like working. یه فرد lazy کار کردن دوست نداره. پس lazy یعنی تنبل. و میتونه و تو متن میگه که she can be lazy around the house. بعضی وقتا تو خونه میتونه تنبل باشه دیگه. But she's a great cook and a really nice person. بچه ها cook هم به معنی پختنه هم میتونه اسم باشه یک نون باشه به معنی آشپز. اون آشپز خوبیه. آشپزی که توی رستوران کار میکنه نه مثلا my mom is a great cook یعنی مامانم آشپز خوبیه یعنی دست پخت خوبی داره. So she's a great cook یعنی آشپز خوبیه دست پخت خوبی داره. And a really nice person و یک انسان فوق العاده خوب، آدم خیلی خوب. اینم از لغتاش. فقط بچه ها یه بار دیگه بریم تو متن رو با هم دیگه دوباره الان که لغت رو میدونیم بخونیم. باز دقت بکنید لطفاً به صدای من کجا میره بالا کجا میاد پایین و این ویدیو رو این قسمت از ویدیو رو لااقل چند بار عقب جلو بکنین و سعی کنین ادای منو در بیارین. یه نکته میخوام به یک تکنیک زبان میخوام بهتون یاد بدم بچه‌ها. یه چیزی داریم البته تو زبان تو ورزش هم استفاده میشه بهش میگیم شادوینگ. شادوینگ یعنی چی؟ یعنی وقتی من دارم انگلیسی میخونم پازم بکنی عیناً همون کاری که من دارم تکرار میکنم و شما هم تکرار کنید. خب متن رو بریم یه بار دیگه بخونیم دیگه لغت‌ها رو آشنایت دارین باهاش و خیلی راحت‌تر اینسر میتونین درکش بکنین. جما I met Sophie at university. I was on my own and she came up and talked to me. She is like that. What's interesting is that we're complete opposites. She's very happy to meet new people, but I'm really shy. She's very sociable. I'm quiet. She's sporty, and I'm not. But it wasn't important. We became friends and shared a flat for 2 years. I'm very organized and did most of the housework. Sophie's not very tidy, and she can be lazy around the house. But she's a great cook. And a really nice person. خب اینم از درس امروزمون. امیدوارم که واقعا این چند تا عبارت این چند تا لغت رو توی متن به خوبی یاد گرفته باشین. ازتون میخوام که پاراگراف های مورد نظر خودتون رو با این لغت ها برامون بنویسین این پایین کامنت بکنین. من لذت ببرم کامنتاتون رو میبینم خستگی از تنم در بره و میخوام که بچه ها برای این قسمت تمرین بزنم توی تلگرام. پس don't forget to join. لطفا فراموش نکنین که join شین کجا؟ به توی چنل تلگراممون. اونجا عکس تخته رو دارین. فایلای تمرین PDF هم براتون میذارم. تمریناشو انجام بدین و اگر سوالی بود این پایین تو کامنت از من بپرسین. Till another learning words in context. See you soon. Take care. Bye bye.